خانواده امیر سلیمانی یکی از خانواده های هنرمنده که سعید امیر سلیمانی به عنوان پدر خانواده از چهره های پیشکسوت دنیای بازیگریه و دو فرزندش کمند و سپند راه پدر رو در دنیای هنر ادامه دادند و امروز یکی از چهره های مشهور دنیای بازیگری در بیمارستان بستری شده که از همینجا تقاضا داریم برای این بازیگر قدیمی و پیشکسوت دعا کنید که بهبودی خودش رو به دست بیاره. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید و در این برنامه به ماجرای بیماری سعید امیر سلیمانی و بستری شدنش در بیمارستان میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. سعید امیر سلیمانی نوه مجدالدوله داماد ناصرالدین شاه و از نوادگان عیسی خان والی و برادرزاده های مهد اولیا و از نوادگان قاجاریه که تجربه بازی در فیلم های ماندگاری چون کفشای میرزا نوروز، ناصرالدین شاه آکتور سینما، دلشدگان، دندان طلا، مهریه بی بی، سلطان صاحب قران، هزار دستان، دبیرستان خضرا و غیره رو در کارنامه پربار هنریش داره. اما متاسفانه بنا به گفته کمند امیر سلیمانی، سعید امیر سلیمانی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و قرار تحت عمل جراحی قرار بگیره. کمند دختر سعید امیر سلیمانی در خصوص وضعیت پدرش که در بیمارستان بستری شده گفته بود: با توجه به اینکه قلب پدرم از حدود 9 سال پیش باتری گذاشته شده، برای تعویض باتری در بیمارستان رفته و متاسفانه به دلیل گرفتگی یکی دو تا از رگ‌های قلبشون باید تحت عمل جراحی قرار بگیره. این بازیگر ضمن توصیف وضعیت مساعد پدرش در بیمارستان گفته بود که قرار تحت عمل جراحی قرار بگیره و مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از مردم هنردوست کشور خواست برای بهبودی کامل استاد سعید امیر سلیمانی دعا کنند. سعید امیر سلیمانی در سال 1321 در سنگلج تهران متولد شد و کارگردان، بازیگر و نویسنده ایرانیه که جزء پیشکسوتان هنر ایران محسوب میشه. سعید امیر سلیمانی 18 ساله بود که بازیگری رو از تئاتر شروع کرد. او پدر کمند و سپند امیر سلیمانیه که هر دو به خوبی در عرصه بازیگری ایران شناخته شدن. پدر اون بسیار به هنر و موسیقی علاقه داشت، طوری که منزل وی جمعی از هنرمندان مطرح اون دوره مانند مرضیه، ابوالحسن خان سبا و غلام حسین بنان رفت و آمد می‌کردند. سعید امیر سلیمانی در چنین فضای هنری بزرگ شد و از همون کودکی به عرصه هنر علاقه‌مند میشه. وی به دلیل استعداد ذاتی که داشت از همون کودکی در مدرسه نمایش می‌ساخت و نمایشنامه‌هایی که با پدر و مادر خودش دیده بود، خودش به همراه دوستانش اجرا می‌کرد. آقای امیر سلیمانی تا چند سال پیش در دبی زندگی می‌کرد و هنگامی که برای ایفای نقش در فیلم معمای شاه از اون درخواست شد، به ایران اومد. فعالیت حرفه‌ای اون هنگامی که 18 ساله بود با ورود به تئاتر آناهیتا آغاز میشه. تئاتر آناهیتا در اون زمان سرپرستان بنامی همچون مهین دهیم، مهدی فتحی، محمود دولت آبادی و غیره رو داشت. او در تئاتر آناهیتا به مدت یک سال دوره گذروند و برای اولین بار با یک نقش جانبی در تئاتر اوتلو که نوشته ی شکسپیر بود ایفای نقش میکنه. با گذشت زمان و فعالیت در تئاتر آناهیتا با پیشنهاد محمود دولت آبادی به استخدام تئاتر در میاد. بعدها به همراه جمشید مشایخی، ایرج امامی و آزیتا لاچینی گروهی هنری تشکیل دادند که تا قبل از انقلاب فعال بود. آقای امیر سلیمانی در سال 73 از اداره تئاتر بازنشسته میشه و تا سال 1380 به طور پیوسته در سینما و تلویزیون فعالیت داشت. وی که تا چند سال پیش در دبی اقامت داشت، با دعوت محمد رضا ورزی به ایران میاد. بعد از بازگشت به ایران از دبی، گرفتار سرطان مثانه بدخیم شد و مجبور به عمل جراحی شد. اما 9 ماه بعد این بیماری دوباره بازگشت. حالا 2 سالی میشه شیمی درمانی میکنه و بهبود نسبی پیدا کرده. وی میگه در مدت شیمی درمانی دیگه اثری از بیماری ندیدم. با خیلی از هنرمندان رابطه دوستانه‌ای دارم و نمیتونم اسم شخص خاصی رو بیارم، چون رفاقت کردن رو خیلی دوست دارم. استاد امیر سلیمانی در مصاحبه‌ای گفته بود: زمان ما رسم بود در اصل قانون همه دور هم سر یک سفره جمع بشیم، چیزی که امروزه کمتر دیده میشه. باور کنید دور هم جمع شدن میتونه بسیاری از گره‌های زندگی رو حل کنه. در زمان کودکیم این چیزها زیاد مرسوم نبود، اما چون عاشق جشن تولد هستم در بزرگسالی برای خودم جشن میگرفتم. بعد از ازدواجم همسرم و بچه‌هام برام جشن تولد میگیرن. در اصل نسل ما پویاتر و بی‌توقع‌تر بود.
در حالی که نسل امروزه خیلی شتابان حرکت میکنه و میخوان راه 100 ساله رو یک شبه طی کنن. اما قانون زندگی این نیست. یادم میاد وقتی میخواستم تئاتر نهار لعنتی رو کارگردانی کنم، هر بار اقدام میکردم نمیشد. بارها و بارها تلاش میکردم اما نمیشد. تا اینکه با پافشاری و همت تونستم اون رو انجام بدم و اتفاقا نهار لعنتی یکی از بهترین تئاترهای سال هم شد. میخوام بگم باید برای زندگی خوب جنگید. همه زیبایی های زندگی به تلاش و به دست آوردنه. وقتی شنیدم به سرطان مثانه مبتلا شدم، کنار درمان های طبی که داشتم با روحیه بالا، انرژی مثبت و توکل به خدا به جنگی به این بیماری رفتم و خدا رو شکر تونستم از این بیماری رهایی پیدا کنم. میخوام بگم همه چیز به طرز فکر ما و اینکه ما چقدر امیدوار هستیم برمیگرده. اگه انسان امیدش رو از دست بده، دیگه انگیزه‌ای برای زندگی نخواهد داشت. من خیلی از افراد رو میشناسم که با همین طرز فکر مثبت تونستن بیماری‌های سخت خودشون رو شکست بدن. اما حالا سعید امیر سلیمانی درگیر عمل جراحی قلب شده که از همینجا برای این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.